آقای شفا، شما تم یا محتوای اصلی جشنواره امسال رو به زنان ایران اختصاص دادی. سپاسگزار میشم دلایل خودتون رو در این باره توضیح بدید و فکر میکنید که این اثر از نظر نمادین یا سمبولیک چه معنایی داشته باشه؟ تم انتخاب کردن خب یه مقدار محدودیت ایجاد میکنه که این فیلم ها موضوعشون باید در همون مورد باشه و خب فیلمسازایی که مسائل دیگر رو مطرح میکنن دیگه کمی محدودیت براشون ایجاد میشه و ممکنه حتی فیلماشون در این جشنواره شرکت نتونن بکنن. ولی امسال قبل از این جریاناتی که در ایران اتفاق افتاد و ایام انتخابات به خصوص، ما پیش از این جریانات این تم زنان رو انتخاب کردیم برای امسال و دلیلم این بود که زنان همیشه در جامعه ایران پیش قراول و در خط اول جبهه بودن، حالا چه در مورد مسائل اجتماعی، چه مسائل خانوادگی و غیره. علاوه بر اون میخواستیم که بزرگداشتی هم از فیلمسازان زن ایرانی در سراسر دنیا کرده باشیم که هر دوی اونها در این جشنواره امسال گنجانده شدن. آقای شفا، من میخوام به یکی دو مورد از فیلمسازان زنی که آثارشون در جشنواره شما به نمایش در میاد اشاره بکنم. ابتدا با خانم ناهید پرسون بپردازیم. چه فیلمهایی از ایشون رو نمایش میدید و چه ویژگیهایی داره آثار ایشون به بیان شما؟ ایشون کارهای مستند میکنه. امسال دو تا فیلم از ایشون نشون میدیم. فیلم اول هستش ملکه و من که با فرح تحلوی ساخته در پاریس. خود خانم ناهید در سوئد زندگی میکنه. فیلم دومش یک مرد و چهار زن هستش که در مورد چند همسری در ایرانه که این فیلم البته ایران خود خانم ناهید پرسون نمیتونه بره ایران متاسفانه و این فیلم ها رو افراد دیگر براش البته خودش از اونجا کارگردانی میکنه، اونا رو فیلم برداری میکنن میفرستن واسه ایشون در سوئد و ایشون اونا رو تدوین میکنه و فیلمش رو به وجود میاره. این دو فیلم از این خانم در این جشنواره امسال هست. درباره خانم رکسانا پوپه هم توضیحاتی رو دارید که چه کاری از ایشون نشون میدید و چه ویژگی هایی داره فیلماشون؟ ایشون در اسکاتلند زندگی میکنه و فکر میکنه متولد اسکاتلند هم هست، یعنی از ایرانی تبارهای اونجا هست. یک فیلمی هست به اسم تهران حیات پشتی که داستان خانومی هستش که صبح از جنوب تهران راه میفته میره به شمال شهر تا در خونه های افراد مختلف مثل اونجا تمیز کار خدمتکاری بکنه، همین راه بر میگرده به خونه خودش. شوهرش نابیناست و یه خانواده بزرگی داره و با وجود که سنش به خیلی بالا رسیده ولی هنوز مجبور کار بکنه تا از خانوادهش حمایت کنه. یه فیلم کوتاه دیگه هم واسه همین خانم رخسانا پوپ نشون میدیم که در مورد زنان جنوب ایران هستش. درباره خانم بنی خوشنودی چه توضیحاتی رو برای ما دارید آقای شفا؟ شاید فرصت باشه بینندگان ما هم با ایشون بیشتر آشنا بشن. فیلم ایشون بسیار تصویری هست، تقریبا هیچ گفتگوی صحبتی نیستش و تمام تصاویری است که واقعا به صورت بسیار زیبایی فیلم برداری شده و در شهرهای مختلف ایران به خصوص تهران این صحنه ها هستش که یک روال خیلی دیدنی در این فیلم هست که شما شاهدش خواهید بود. آقای شفا، شما میهمان ویژه‌ای هم از ایران دارید. یکی از بازیگران برجسته خانم گوهر خیراندیش هم در مراسم شما شرکت میکنن. توضیح میدید چرا ایشون رو دعوت کردید و چه برنامه هایی برای شرکتشون در جشنواره در نظر گرفتین؟ بر اساس همون تمی که در مورد زنان ایران هستش و همینطور فیلمسازان زن ایرانی در جشنواره امسال، خانم گوهر خیراندیش تشریف آوردن، افتخار دادن به ما و در جشنواره شرکت خواهند داشت. بزرگداشتی درباره ایشان برای ایشان داریم و اتفاقا شهر سان فرانسیسکو لوحه‌ای به عنوان بزرگداشت و قدردانی و تقدیر به ایشان در همون روز برگزاری برنامه ایشون تقدیم خواهد کرد از طرف کلیه شهر و
شهروندان اینجا. فیلم بانو که توسط آقای داریوش مهرجویی ساخته شده از خانم خیراندیش نشون خواهیم داد و خودشون الان اینجا تشریف دارن و در اون روز اینجا خواهند. آقای شفا، استقبال ایرانیان مقیم سان فرانسیسکو و از شهرهای موفقی مثل خانم گوهر خیراندیش چگونه هست؟ حالا تجربه سالهای گذشته شما یا برنامه‌های مشابه فکر میکنید که چگونه میپذیرند حضور هنرمندان این چنین که در عرصه سینما هم موفق بودن؟ اگر منظورتون خارجیه غیر ایرانی ها هست که اونا هنوز اون ترتیبی که باید و شاید فکر نمی کنم با هنرمندان ما آشنایی پیدا کرده باشن یا آشنا باشن و همینطور البته نسل دوم یا به خاطر اینترنت و علاقه که به کشور و فرهنگ خودشون دارن اینا خودشون سعی می کنن در حدی به اصطلاح مطلع نگه دارن و اطلاعاتشون خیلی زیاد هستش. این جوانایی که الان در خارج از ایران به دنیا آمدن در مورد ایران خیلی بیشتر میدونن تا اونی که آدم به چه تصورشو کرد. شما چشمانداز آینده فعالیتاتون رو در این جشنواره چگونه میبینید؟ فکر میکنید که به چه صورت بتونید گسترش بدین برنامه های خودتون رو و احتمالا روزهای بیشتری رو هم در این زمینه اختصاص بدین به کار؟ علت این که فعلا با روزای کم شروع کردیم به دو دلیل بود. یکی این که فیلم هایی که انتخاب میکنیم فیلم های برگزیده هستن، بعد تعدادشون متاسفانه آنچنانی نیستش که بشه یک جشنواره طولانی مدت رو برگزار کرد. امید داریم که تعداد روزا رو زیادتر بکنیم و از فیلم سازان بیشتری چه ایرانی و چه غیر ایرانی که فیلم هاشون درباره ایران هست دعوت کنیم که اینجا بیان و با تماشاچی های ایرانی و غیر ایرانی آشنا بشن و همینطور فیلماشون نشون بدیم. و البته این یک برنامه دراز مدت خواهد بود، ولی خب سنگ اولش گذاشته شده و امسال این به طرزی که میبینیم استقبال گرم خواهد بود و از این نظر جای خیلی خوشبختی است. آقای شفا، ما بینندگان بسیاری در اروپا داریم، هنرمندانی فیلمسازانی در ایران این برنامه رو میبینن، چگونه میتونن آثار خودشون رو براتون بفرستن؟ این نحوه همکاری و ارتباط چگونه است؟ از دو طریق، یا طریق وبسایت میتونن مستقیما با ما تماس بگیرن. ایمیل آدرس ما اونجا هستش، iranianfilmfestival.org، این آدرس وبسایت جشنواره هست و ایمیل هم هست info@iranianfilmfestival.org. از این دو طریق میتونن با ما تماس بگیرن و فیلماشون رو برای سال آینده ارسال کنن. وقت باید فرمت خاصی داشته باشه؟ اطلاعات لازم رو ابتدا از خود شما دریافت میکنن یا اینکه همینجا میتونید این رو شما عنوان بکنید که به چه صورت و چه شرایطی داره؟ اطلاعات همه روی وبسایت هست، ولی به خاطر اینکه در ایران فرمت های به طور کلی جهانی هنوز مطرح نیستش، البته دوربین های دیجیتال تو ایران رایج شده و اینا رو میتونن از طریق DVD برای ما ارسال کنن، فکر میکنم این ساده ترین نوع فرمتی باشه که بتونن از هر نظر به جشنواره ارسال کنن. ولی در حال حاضر فعلا DVD بهترین نوع فرمتی است که میتونن ارسال کنن. آقای سعید شفا، از شرکتتون در برنامه شباهنگ سپاسگزارم. امیدوارم موفق باشید در اجرای برنامه‌های دومین دوره جشنواره‌ای که در پیش است. روز خوبی داشته باشید. شما به همچنین.